سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی. در پوشش ویژه دیگر و به مناسبت همین روز، یعنی امروز که شنبه هستش و اعتراضات و اعتصابات سراسری در همه ایران برگزار میشه، در خدمتتون هستیم. در خدمت جناب آگری اسماعیل نژاد روزنامه نگار هستیم. قربان، ممنون از اینکه با ما هستید. سلام و وقتتون بخیر، سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید. خوش آمدید. آقای اسماعیل نژاد، شما هم طبیعتاً تعقیب کردید اخبار امروز رو. در ایران و کردستان امروز چه میگذره تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم؟ ببین، اگه از کردستان شروع کنیم، در بعضی از شهرها مانند سنندج، بوکان، مریوان، سقز، دیواندره، در اینا اعتصابات بازار امروز شکل گرفته که میشه چهارمین اعتصابی که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده. همزمان با این، دانش آموزانی که از مدرسه تموم شدن اومدن بیرون، در خیابان‌ها شروع کردن به شعار. این اتفاقاتی که تا این لحظه در کردستان افتاده. در شهرهای دیگه مانند گوهردشت کرج، از صبح نیروهای سرکوبگر در نقاط مشخصی از شهر که قبلا محل تجمع مردم بوده در چند روز گذشته، در اونجا جمع شدن و در تلاشن که از گرد همایی اینا جلوگیری بکنن. در شاهین شهر اصفهان خبر آغاز یک تجمع هست، ولی هنوز ویدیویی از اون دریافت نشده. در یک سری از شهرهای دیگه در طول شب گذشته، مانند یزد و زاهدان، مردم شروع کردن به رنگ پاشی، رنگ قرمز به بنرهایی که عکس خامنه‌ای روش هست، و در زاهدان مواردی هست که رو دیوار مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی شعار مرگ بر دیکتاتور نوشتن. در دانشگاه ها تجمعات شروع شده، بیشتر از 20 دانشگاه تجمعات شکل گرفته. در بعضی از مناطق تهران مانند لاله‌زار بازار به حالت نیمه تعطیل در اومده. در خود شهر اصفهان خبر از شکلگیری تجمعاتی هست، ولی هنوز ویدیویی ازش دریافت نشده. این مجموعه وقایعی که در این 10 ساعت اخیر اتفاق افتاده. مسئله دیگه، گروهایی که منتسب یا نزدیک به اصلاح طلب ها بودن، در دو تا خواسته متفاوت مطرح کردن. یک گروهی که تحت عنوان 90 نفر از فعالین دانشجویی و اعضای ادوار تحکیم وحدت، اینا درخواست کردن که دانشجوها دست به تحصن بزنن تا رفع محاصره دانشگاه ها، و در یک بیانیه دیگر که متفاوت تحت انجمنهای اسلامی، از حالا انجمنهای اسلامی مهندسین، انجمنهای اسلامی پزشکان و اینجور با این اسم که اینا منتسب به اصلاح طلب ها هستن، یک نامه منتشر کردن که در اون نامه از وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستن که به آنها اجازه بده که یک راهپیمایی اعتراضی در تهران برگزار بکنن. راجع به اینکه این مجوز داده شده یا نه تا الان خبری نیست. خب آقای اسماعیل نژاد، شما به موضع اصلاح طلب ها اشاره کردید. این موضوع رو شما چطور میخونید و میتونه به معنای حمایت از مردم ایران باشه، یا این بازم در راستای همون سیاستیه که خودشون در پیش گرفتن برای بقا و ماندگاری همین رژیم؟ ما اولش اجازه بدید ما یک تقسیم بندی انجام بدیم، و این اینه که اون تیپی که آقای موسوی رو همراهی میکنن به مشخصی، اینا دیگه رو دیگه نمیشه اینا رو جز اصلاح طلب ها حساب کرد، خصوصا با توجه به این بیانیه آخری که تقریبا 20 روز پیش خطاب به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آقای موسوی صادر کرد، ایشون رو نمیتونیم جز اصلاح طلب ها حساب کنیم. اما اون طیفی که هنوز جز اصلاح طلب ها حساب میشن،
اینا به دو دسته تقسیم شدن. یک دستهشون اصلاح طلبهایی هستن که حالا قبلا سابقه امنیتی داشتن، مانند آقای عباس عبدی و اینا و سعید حجاریان. اینا به یک نوع اعتقاد دارن که با یک حرکت‌های رادیکالتری از آقای خامنه‌ای عبور کنند، نه از جمهوری اسلامی، از آقای خامنه‌ای عبور کنند. و یک طیف دیگرشون هم هست که اینا معتقد نیستن به اینکه از آقای خامنه‌ای هم عبور کنند، که همچنین که عرض کردم در همین آخرین بیانیه‌ای که صادر شده، بیانیه انجمنها که انجمنهای مهندسین، پزشکان و این نزدیک 20 تا انجمن هستن، اینا درخواست کردن از وزارت کشور جمهوری اسلامی که بهشون اجازه راهپیمایی اعتراضی بده. حالا معلوم نیست که با درخواستشون موافقت میکنن یا نه، ولی خب اینا این تیپی که نمیخوان از آقای خامنه ای هم حتی عبور کنن، اینا بیشتر دنبال اینن که فضا رو چیز بکنن، آروم بکنن، تا به یک تئوری قبلیشون که در دوران اصلاحات خیلی رو اون کار میکردن، میگفتن فشار از پایین، چانه زنی از بالا، این فشارا و اعتراضات رو به یک سرمایه تبدیل کنن که بگن آقا این رفتار سیاسی اصولگراها مسبب این اعتراضات شده، بیایید ما را مشارکت قدرت بدید که ما این اعتراضات رو تونستیم خاموش بکنیم. من فکر نمی کنم بتونن موفقیت در این کار خودشون موفقیتی به دست بیارن. دلیلش هم اینه که ما از سال 96 به این طرف با دو تا پدیده در سیاست ایران روبرو بودیم. یکیش عبور مردم از اصلاح طلب ها و دومیش عبور مردم از جمهوری اسلامی. این دو تا مسئله به ذهنیت کلی مردم ایران تبدیل شده و در شرایط ایران گفتمان هایی که تلاش میکنن این عبور رو برگردونن به چارچوب جمهوری اسلامی، انتظار میره که با شکست روبرو بشن. خب خیلی ممنون از حضورتون آقای اسماعیل نژاد، در بخشای بعدی هم حتما باهاتون خواهیم بود. بینندگان گرامی، این پوشش ویژه حتما ادامه خواهد داشت در ساعت خواهد داشت در ساعت‌های آینده. تا اون لحظه‌ای که برگردیم به خدمتتون، خدا نگهدار.